سرخط خبرها. ثبت دو واقع مثبت HIV ایدز در سال جاری در غزنی. جان باختن 6 تن به شمول یک شهروند ژاپنی در لنگرهارد. اظهارات خلیلزاد در دست داشتن طالبان در شکست گروه داعش در ننگرهار. و جان باختن 23 تن بر اثر آتش سوزی در یک فابریکه در سودان. سلام و وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه 13 ماه قوس سال 1398 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. دو واقع مثبت HIV یا ایدز در سال جاری در ولایت غزنی به ثبت رسیده است. مسئولان صحت عامه غزنی میگویند که این آمار نسبت به سایر ولایت‌های افغانستان و سایر نقاط جهان خیلی کم است. این در حالی است که جمعاً در افغانستان در سال‌های پسین بیش از 2800 تن به این مرض مبتلا شدند. سوم ماه دسامبر برابر است با روز جهانی HIV یا ایدز. در سال 2018 بیش از 37 میلیون تن در سطح جهان به این مرض مبتلا بودند و آمار مبتلایان این مرض در سالهای اخیر در افغانستان 2883 تن گفته شده است. در سال جاری اما اینجا در غزنی تنها دو واقعه مثبت ایدز به ثبت رسیده است. مګه د شرونه چې مګه د ایچ ای وی ایډز واقعیت تشخیص کوو او ثبتوي تر اوسه پورې شاوخوا څلور درس واقعي مګه ثبت رجستر کړی دي. سل دې جملې نه یوازې شل واقعي له موږ سره عملا مراجعه کوي، د ارادي دوا اخلي، مشورې اخلي او بعض نور مواد موږ ورته ورکوو. دغه شمېر د تیرو کلو په پرتبه باندې یعنی دومره سږ کال موږ صرف دوه پیښې درلودلې، یعنی دومره ډېر نه ده زیات شوی. معمولا هر کال یوه دوه تر درې پورې پیښې موږ لرو. این مرض به وسیله ارتباط جنسی نامحفوظ، شیر مادر و زرق پیشکاری های ملوث انتقال می‌یابد. بر اساس یک خبر دیگر، مسئولین صحت عامه از تداوی و عملیات پرده‌های چشم به گونه رایگان از سوی یک تیم دکتران در شفاخانه ولایتی غزنی سخن می‌زنند. قرار است این دکتران 400 عملیات پرده‌های چشم را تا 20 روز دیگر در این شفاخانه اجرا نمایند. ما خو هدف داریم تا 400 عملیات، کوشش میکنیم که 400 عملیات به دست بیاریم، حداقل تا 25 دسامبر اونان جمع باشه. و ما خواهش ما از تمام رسانه‌هایی است که این صدا را به مردم برسانه تا مردم، کسایی که غریب هستند، ضعف و توانایی اقتصادیشان کم هستند، اونا بیای وازی دکتر صاحب از مشوره های اونا و از تداوی اونا مستفید شوند. 6 تن به شمول یک شهروند ژاپنی در ننگرهار کشته شدند. مسئولان محلی ننگرهار میگویند که حوالی ساعت 8 بامداد امروز موتر حامل کارمندان یک نهاد کمک رسان ژاپنی با نام خدمات پزشکی صلح ژاپن در ناحیه اول شهر جلال آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در این رویداد دکتر ناکومارا رئیس این نهاد کمک رسان ژاپنی با 5 کارمندی افغانی این نهاد جان باختند. مسئولان محلی در ننگرهار میگویند که دکتر ناکومارا رئیس این نهاد کمک رسان ژاپنی در این حمله زخم برداشته بود اما در شفاخانه جان باخته است. تا کنون علت و انگیزه این رویداد روشن نیست و هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ناکومارا که شهروند ژاپن است، از سال 2003 به این سو برزش 10 میلیون افغانی پروژه های گوناگون کشاورزی و آبیاری را در ولسوالی های کما، دره نور و بهسود ولایت ننگرهار تطبیق کرده است. حکومت افغانستان به منظور این خدمات شهروندی افتخاری افغانستان را به ناکومارا داده است.
زلمه خلیلزاد میگوید که طالبان نیز در شکست داعش در ننگرهار نقش داشتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که گروه طالبان در کنار نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی در شکست گروه داعش در ننگرهار نقش داشتند. آقای خلیلزاد شب گذشته در توییت نوشته است که کمپاین اخیر در ننگرهار یک مثال است. در این تویت آمده است که عملیات های مؤثر ایالات متحده، ائتلاف و نیروهای امنیتی افغان و همچنان طالبان سبب شد که داعش اراضی افرادش را از دست بدهد. او با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفرش به افغانستان نیز اشاره کرده که گفته بود در افغانستان پیشرفت عمده بر ضد داعش صورت گرفته است. این در حال است که پیش از این رئیس جمهور غنی و مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله اعلام کردند که گروه داعش در ننگرهار از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی به حمایت نیروهای خارجی شکست خوردند. گروه طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که افراد وابسته به این گروه داعش را در ننگرهار شکست دادند، اما نهادهای امنیتی این ادعا را رد کردند. یافته های نظارتی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان می‌دهد که کمیسیون مستقل انتخابات میکانیزم حسابده برای اعتباردهی به آرا را نداشته است. در اعلامیه تیفا که امروز منتشر شده آمده است که این امر سبب شده است تا شمار از تیم‌های انتخاباتی روند بازشماری و تفتیش آرا را تحریم کنند و در نهایت کمیسیون انتخابات نیز از قناعت دادن به تیم‌های انتخاباتی در چارچوب قوانین عاجز بماند. تیفا همچنان گفته است که در طول بیش از دو ماه پس از انتخابات ششم میزان کمیسیون مستقل انتخابات تعداد از تصامیم و فعالیت‌های خود را خلاف قوانین، طرز العمل‌ها و لوایح انتخاباتی اخذ و اجرایی کرده است. با گفته تیفا کمیسیون مستقل انتخابات حتی در موارد مشوره‌های حقوقی کارمندان تکنیکی و حقوقی خود را نیز در نظر نگرفته است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان همچنان از اعمال نفوذ شماری از نهادها و کشورها در کار کمیسیون انتخابات و نیز از فشارهای سیاسی و تیمهای انتخاباتی بر کارکرد این کمیسیون ابراز نگرانی کرده است. این نهاد ناظر بر انتخابات افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواسته است که مکلفیت های قانونی خود را درک کرده و با حفظ استقلالیت کامل نتیجه انتخابات را با در نظر داشت آرای بایومتریک شده هر چه زودتر اعلام کند. تیفا از طرف های دخیل در روند انتخابات نیز خواسته است که زمینه را برای روند بازشماری و تفتیش آرا در چارچوب قانونی آن فراهم سازند. این در حال است که در مورد اعتبار بخشی حدود 300 هزار رای میان کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از تیم های انتخاباتی از جمله ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اختلاف وجود دارد. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.